سلام، خوش اومدید به همین گیم شو و یه قسمت دیگه از هل بلید 2، قسمتی که اتفاقهای هیجان انگیز میتونه رخ بده، چون ما در قسمت قبل رفتیم به زیر زمین تا مردمان مخفی رو پیدا کنیم که احتمالاً راز کشتن یک جاینت رو دارن و خب ما هنوز نمیدونیم دقیقاً اونا کیان، آیا اونا خداان، آیا اونا همین خدایان نورسن که مثلا رفتن با جاینت ها جنگیدن، معلوم نیست کیان، ولی این قسمت میخوایم بریم باهاشون دیگه صحبت کنیم. از آزمون سختشون رد شدیم، بریم ببینیم ماجرا به کدام سمت میره. خب بچه‌ها، اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی از توی این شیار این دیواره اومدیم بیرون و رسیدیم به اونجایی که دیگه آزمون رو پشت سر گذاشتیم. ببینیم راهی که میخواد بهمون بگه چیه دقیقاً. اونجا رو ببین، اون چه استخر رو ببین. میتونم حسشون کنم، همه جا میتونم حسشون کنم. اونا همون گم شده هستن، اونا ما رو زیر نظر دارن. تو هیچ وقت نباید میمدی اینجا. اونا میتونن ما رو ببینن. اونا رو چه اتفاقی بیفته؟ وقتشو که بفهمه. چه کار کنیم که اتفاق بیفته؟ وقتشو که بفهمیم. منتظر چی هستی؟ من اینجام. چند نفرم؟ من تو رو میشناسم. تو کجایی؟ زن دیوانه. چشماشون همه جا. جادوگر. جنگجو. میخوای چیکار کنم؟ بگو. قهرمان. داره همه ویژگیامونو میگه. روح گم شده ای که از جهنم رو پشت سر گذاشته تا خودش رو پیدا کنه. آیا برای چیزی که اینجا پیدا میکنی آماده ای؟ شاید هیچی باشه. شاید ها اونجا منتظرتن. لمسش کن و حسش کن. ذهنت، صداهایی که تو سرتن، تمام قطعات وجودت که شکستن، حالا میتونی یکی بشی. همه غمها، خشمها، تمام چیزهایی که دیدم، همه کارهایی که کردم، من رو به سمت این نقطه رسونده. من اینجام حالا. اگه برای همیشه گمشیم چی؟ بقیه چی میشن؟ تو چی میشی؟ اجازه نمیدم ناامید بشن. ناامیدشون نمی کنم. اینایی که اطرافتن کیان سنوا؟ اونایی که نجاتشون دادی و اونهایی که به سمت مرگ بردی. داری به چی تبدیل میشی؟ تو چیزا رو متفاوت با بقیه میبینی. نگاه کن و خواهی دید او رو. کیا؟ تو اون رو با اسمش خواهی دید. شنا به نظر من اون جاینت خودمونیم. هیچ چیزی از هیچی به وجود نیومده. ما به تو نشان خواهیم داد. نگاه کن. در اولین روزها هوا تازه و شیرین بود. زمین و دریاها همه نعمات خودشونو در اختیار مردم میذاشتن. اونا میدونستن که بعد از تمام تقلاهاشون حالا به یک آرامشی رسیده بودن. یه جایی که یک خونه برای خودشون ایجاد کنن.
ولی بعدش اسکیا با عصبانیت فریاد کشید و کلمات اون خورشید را منفجر کرد. اون گیاهان رو با سم خودش پوشاند و تپه ها را در کثیفی پوشاند. بکنم داره قضیه همین جنینتر رو میگه. هیچ چیزی دیگه نمیتونست از میان نفرت اون نفس بکشه. تمام حیواناتشون داشتن خفه میشدن، گیاهانشان خشک میشدن و در زمین میریختن و مردم هم پژمرده میشدند و از بین میرفتند. اون زن بایستی خونش رو ترک میکرد به دنبال غذا، ولی به هر جا که میرفت هیچ چیزی نبود. حالا خدایانشان کجا بودند؟ آیا همه ایشان بانوها پشت کرده بودند؟ آیا و وحشت گرسنگی و تشنگی مردم رو به دیوانگی انداخت؟ این روش اون نوعه. آدم های ضعیفی که همیشه در برابر قدرتمندها شکست می خورند. اون در حالی که ضعیفترین ها در آغوشش بودند به دنبال بهشت می گشت، ولی تاریکی که در آسمان ها بود آنها را به پایین می کشید. افراد گوشتخواری که فقط به دنبال کشتن او بودند و هیچ چیز دیگه به فکرشون نمی رسید. و آنجا مرگ بر همه آنها غلبه کرد. خدایان جدیدی برخواستند، خدایانی تاریکتر و بسیار وحشتناکتر از خدایان قبلی. برای این آدم خورا رو توضیح میده، مثل زامبی بودن. ببین یه بچه تو بغلشه، اون نمیتونست اجازه بده که بچه در چنین دنیایی بمونه. برای همین بردش به یک غار، جایی که گفته شده بود مردمان مخفی آنجا هستن، و امیدوار بود که مردمان مخفی بچه‌شو ازش بگیرن و اون رو از به دور از تاریکی بزرگش کنن. حالا دیگه نیاز نبود، حالا دیگه چیزی نداشت به بچه‌اش بده برای غذا جز خشم و ناامیدی. برای همین یک قراری با مردمان گذاشت: من آسکیا خودم رو به تو میدهم اگه تو به من قدرت پیروزی رو بدی، پیروزی در این دنیایی که تو ساختی. جونم رو بگیر و مرگت رو بهم بده. کمک! موجودا دارم میان، اونا دارم میان، بهم کمک کن. حالا شمشیرم نداریم. منم. من به یک شمشیر نیاز دارم، عجله کن. مجبورش کن بهت شمشیر رو بده، تو به اون شمشیر نیاز داری. بدون شمشیر هیچی نیستی. این تمام چیزی که دارم. من شمشیر رو نیاز دارم. بکنم الان خودمون داریم به خودمون چیز میکنیم. یعنی دقیقا اون زنده موند، اون بدون شمشیرش زنده موند و حالا برش میگردونه و حالا این بار با قربانی شدن خودش پسش میگیره. بکنم دقیقا خودمون از آینده من داریم به خودمون یه جورایی، چون حرفایی که زد این همون حرفا بود. سنو حال نگاه کن و واقعیت اون جنینتا رو ببین.
بدنشون مثل سنگه، باید محکمتر بزنی. باید فرار کنیم. بایستو ای بابا خود چکار کنم؟ چرا نمیخوره بهش؟ نه دفاع میشه. برو برو صحنه آسته. خودشون با خودشون درگیره. لعنتی چند تا دیگه؟ مثل که همه جو بخواد بیاد. شاید باید بمیریم. حالا میبینی که چقدر کوچیکی. حالا میبینی که چطور دنیایی که بیرحم تو رو له میکنه زیر پاش. تو هیچی نیستی. اینا هم تاریکی هم پس. آیا عصبانی هستی؟ آیا نفرت داری؟ چه کار خواهی کرد تا تغییر دهی این را؟ برای زنده ماندن چه کارهایی خواهی کرد؟ تو نمیتونی جاینتا رو بکشی؟ پس چرا بایمش؟ رازها در تاریکی هستند. فقط نور میتونه اونا رو بسوزاند. همه ما از جایی آمده ایم. کجایی؟ کمکم کن. Baby.
آه بچه التویگا. بد حالتی هم مورده، همونجا استخون شده. التویگا اسم واقعیش چی؟ اینگان اسم بچهش بوده. اینگان. We all have names given or chosen. همه ای ما اسمهایی داریم که بهمون داده شدن یا انتخاب شدن برامون. ما اونا رو تغییر میدیم، عوضشون میکنیم و با معنا پرشون میکنیم. اسمهایی که از ما گرفته میشوند ما رو خام و در حال خونریزی میذارن، بی ریشه و بی هدف. تمام نامهایی که گم شدن او پیدا میکند و نگه میدارد. حالا اون اسم بچه اونو میدونه. اینگون. اونو میشناسه. وای رازش اینه که بچه شوش بدیم. حالا درکش میکنی. اون یه هیولا نیست. چون بچه‌ش از دست داده اینقدر توی خشمش گم شده. تو چیزی که میخواستی رو پیدا کردی. آره فهمیدم اونا میخواستن چی بهشون بدن. حالا من اسم واقعی ایتوگانو میدونم. این گن اسمشه. بله اسمها قدرت دارن. اسمهای واقعی انگار یک خنجری وارد قلبش میشن. دونستن اسم واقعی یک چیز اینه که بتونیم فرمان بهش بدیم. میتونیم همون کاری که دراگرا کردن کار رو انجام بدیم و اینو خبرش کنیم بیاد. مردا اون مرد خورا بودن که اینو بسته بودن. آدم ها رو فدا میکنن که اون بیاد. بله ما هم میتونیم، ما هم میتونیم اونو خبر کنیم و اون خواهد اومد ولی میکشتت همونجور که خیلی از ماها رو کشته. خب فردش چیکار کنیم؟ ما بایستی یه جایی پیدا کنیم که بتونی رو در رو باش بشی و اونو درون چشهاش زل بزنیم و باش صحبت کنیم. همیشه راه هایی هست که دری رو به سمت اونجا باز کنیم و اون پرده‌ای که دنیا رو پوشونده رو بزنیم کنار. آره. پرده‌ای که میشه از گوشش یه نگاهی به اون بر دنیا انداخت. راه‌هایی هست که بشه بازش کرد. اون داره زجر میکشه، از قصه داره نابود میشه. من دیدمش. پس یه مراسم لازمه، مراسمی برای که در رو باز کنیم، مراسمی برای که درد اون رو درمان کنیم، چشماش رو نگاه کنیم و اسمش رو صدا بزنیم. بله مراسم تغییرش میده. اونا چیزی که مخفی هست رو ظاهر میکنن. حالا چی کار میکنی؟ از کجا باید بفهمی که باید چی کار کنی؟ اگه نتونیم از طریق مراسم وارد اون دنیا بشیم چی؟ شاید تنها باشی سنوا بدون ما. مراسم اینگن. من تو رو میشناسم.
یا به یاد بیار. اوه ها. خشمش اینجاست. اونو توی این جهنم زندانی کرده. باید اونو از زندانش آزاد کنم. من برای اولین بار مردم تو بازی بکنم. بعد به موسیقی دقت کنم ببینیم موسیقی کجای کم. زنجیر رو باید بزنه. زنجیرش رو چجوری بشکنم؟ با شمشیر. بایست بایم کجا باید برم؟ بعدیش کجاست؟ من میتونم بهت کمک کنم. ما هیولا هستیم. اوه حالا سرعتش داره بیشتر میشه. مکانیک جالب بود با موسیقی. تو هم میدونی چه حسی داره. بایستم وای دیگه بیشتر از یه بار نمیتونیم بایستیم. من زنجیرهای تو را می شکنم. نه حالا که بیشتر نگاه کنم ما نیستیم. من دیگه هیچ حسی نخواهم داشت. برای همیشه از بین خواهم رفت. وایسا دیدی که همه رو خراب کرد. این هم زنجیر آخر. من تو رو از هلت آزاد میکنم. داره میمیره. اون ال تویگاس با درد میتونی دردش رو آرومتر کنی.
میدونی که باید چی کار کنی. Give it to her. بدش بهش. بچه‌شو. She just wanted to protect what she loved. فقط می‌خواست چیزی که می‌خواستش مراقبت کنه رو مراقبت کنه. وقتی شکست می‌خوری چی میشه؟ خرد میشی. تو هیولایی میشی. Consumed by rage. خرد میشی از خشم، غم. ولی دیگه نه. بذار با هم به آرامش برسن. حالا با هم بذار استراحت کنه. حالا وقتش خوب بخوابی اینگن. سنگ شد. آه مثل اون بقیه جاینت هایی که ما تو محیط میبینیمشون سنگ میشن. حالا اون دیگه از دنیا رفته. همه ی خشم ها، همه ی وحشت ها و غم ها باش مردند. انجامش دادی سنوا. حالا مردم دوباره آزاد میشن. تو امید آوردی. فکر میکنی برنده شدی، ولی این هیچ معنایی نداره. این زن هیچ خدایی نبود، اون ضعیف بود مثل خودت. این هیچی رو تغییر نمیده. من باید برم خونه. اگه چیزی که اینجا دیدی بهش بگی پدرت به ما میپیونده. نه اون ما رو از نبرد فراموش نمیکنه. اون به ما کمک کنه بریم به نبرد. ولی دیگه خبری از بردهداری نخواهد بود و دیگه خبری از کشتن نخواهد بود. قسم میخوری؟ بله دیگه هیچ کشتنی نداریم. دیگه هیچ ترسی توی با ترس توی قلعه‌مون نمیمونیم. ما میجنگیم. قسم بخور که دیگه هیچ کسی رو فدا نکنید. من هیچ وقت دنبال اون کار نبودم. فقط اعتقاد نداشتم که راهی برای کشتنشون هست و حالا دیدم چجوری میشه زدشون. اگه این واقعیه دیگه خبری از قربانی کردن نخواهد بود. قول میدم. باش پس فردا صبح میریم. منم با تو میام. من گودی رو میشناسم. اون به من احترام میذاره. یه زمانی من شاهد اتفاقی که اینجا افتاد خواهم بود. حالا بعدش چی کار میکنیم؟ میخوام بریم همه جاینتا رو بکشیم. حالا اون تونست جلوی بعددارها رو بگیره، ولی حالا نشانها اونو به یک مسیر متفاوت میبرن. اون حالا باید بره بجنگد، با آنها نشان دهد که دنیا چگونه میتواند تغییر کند. دیگه خبری از جاینت ها نخواهد بود. دیگه خبری از قربانی کردن نخواهد بود. اون حالا کلیدو داره، رازو پیدا کرد. به هر حال دانش هزینه ای داره. یادته چه اتفاقی میفته وقتی با فضای خالی روبرو میشی؟ و حالا اون میتونه این بار رو به دوش بکشه، ولی به هر حال این باری که باید به دوش بکشه سختی خودش هم داره. این مسیر درست نیست. بهت گفتم باید بیشتر بریم به سمت مناطق درونی. آره شاید درست بگی. ما به غذا و پناهگاه نیاز داریم و یه روستای همین نزدیکی هاست. روستای باروکیک. باروک دیوونه شدی؟ اون منو ببینه منو میکشه. اون از بیورگ متنفره. بیورکه اون از حتی قبل از سقوط اینجا برای ما مشکل بوده. و فکر میکنی من اومدم اینجا بهشون دلیل بدم که از تو متنفر باشن؟ نگران نباش رفیق، ازت مراقبت میکنم. خب پس اون مسیر تموم شد و حالا جلوی برداری رو گرفتیم، اون چیزی که هدف هستیمون، ولی یک هدف جدید درامون شکل گرفت. مرز که تماش کرد باسپایتر خوب درابوره بود. یعنی واقعا مثلا نگران بودم که برداره مثلا باسپایتر کوچیکش کنه بعد بایستیم باش همون کار رو بکنیم. نه تونست با موسیقی ترکیبش کنه و یه ترکیب جدید در بیاره و یه صحنه احساسی ایجاد کنه. امیدوارم لذت برده باشید. تو قسمت بعدی ببینیم حالا میخوان چیکار کنن. بقیه جاینتا رو هم بزنن با کمک بقیه و ببینیم چی میشه. مرسی که با من بودید. تا قسمت بعدی. خدافظ.